و چپ من میبینید، در سمت راست جناب دکتر شیرزاد ابراهیمیان هستند. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. خیلی ممنون از دعوت مجددتون. متشکرم. همینطور جناب عالی. جناب دکتر بسیار خوش آمدید. خوشحالم از این که در خدمت شما و در خدمت جناب دکتر ابراهیمیان هستم و امیدوارم که این برنامه هم مثل برنامه گذشته مورد عنایت بینندگان قرار بگیرم. سپاسگزارم. همین الان که من صحبت کردم چند تا تکست آمده، به اصطلاح مجبورم اشاره کنم، از من خواستن که اگر ممکنه کاریکاتور حضرت محمد رو نشان بدهید. ما این کاریکاتور رو در اختیار داریم. امروز وقت زیادی بین من و دستیار برنامه جناب افشار سپری شد که ما چجوری میتونیم این کاریکاتور رو نشون بدیم. این محدودیتی هم برای من در تلویزیون برای اینکه این کاریکاتور رو نشون بدم نیست، ولی من فکر نمی کنم اگر شخصا قرار باشه تصمیم بگیرم، که تصمیم شخصی من هست، به خودم اجازه بدم که با پخش این کاریکاتور سهم بگذارم بر کاری که هزاران سوال در ذهنم دربارش مطرحه. اگر روزی جواب این سوال ها رو پیدا بکنم و بتونم از دست بحث کردن با دستیار خودم خلاص بشم و بتونم خودم رو قانع بکنم، حتما نشون خواهم داد. به هر حال شرمنده هستم، کاریکاتور در اختیارمه. اگر من به جای آقای بنیه بودم که امروز جانش از دست داد، من اصولا چنین کاریکاتوری رو چاپ نمی کردم. تحت هیچ شرایطی این کاریکاتور رو من چاپ نمی کردم. تصویری به من میگه که آقای فروزنده، شما کمی ترسیدی از استاد تروریسم اسلامی. شک نداشته باشید که من آدم بی محابایی نیستم، برای زندگی خودم و زندگی شما ارزش قائلم، اتفاقا از شجاعت کافی برخوردار هستم، ولی جان رو مایه گذاشتن باید برای یک چیز مناسبی شما مایه بگذاری و بعد بر اساس یک چیزی اعتقاد داشته باشی. من حقیقت شو بخواهید در اون گروهی نیستم که به خاطر همنوایی با قافله روشنفکران که تعبیر خاصی از آزادی دارند، یک میلیارد و سیصد میلیون مسلمان رو بخواهم اعتقادشون رو عوض بکنم، بخواهم با این ترتیب با اونها مواجه بشم. از نظر من این کاری که انجام شده، جنایتی که امروز انجام شده، قابل توجیه نیست. ولی عرض کردم بذارید این جریان تخفیف پیدا بکنه، در یک زمان مناسب، در یک زمان بسیار مناسب به شما قول میدم که اگر لازم باشه به نحوی راهی پیدا کنم برای نشون دادن بخشایی از اون کاریکاتور. ولی اول باید ما در مورد مفهوم و بحث آزادی بحث بکنیم. باید بدونیم آزادی که امروز در فرانسه بهش اشاره میشه چه جور آزادی است. من میخوام بفهمم که انقلاب کبیر فرانسه آیا چنین هدفی رو تعقیب میکرد؟ میخواست به اینجا برسه؟ آیا ولتر، ژان ژاک روسو، دیدرو، تمام مونتسکیو، تمام اونها در پی این بودند که آزادی از نوع شارلی ابدو رو به جامعه توصیه بکنن؟ نه، من از تروریسم اسلامی نمیترسم، نه محافظ دارم، نه هیچی، و بسیاری از دوستانم هم توصیه میکنن بهم که برنامه هایی که داری گاهی اوقات خطرناکه، ولی نه، به هر حال به کاری که دارم میکنم ابتدا باید معتقد باشم که اون انجام بدم. ببخشید دوستان، شما هستید و من زیاده روی کردم. خب جناب شیرزاد ابراهیمیان، شما اکثر عملتون در مقابل این رویداد چیه و این رو چه جوری میبینید؟ هستم از این اتفاق خیلی خیلی متاسفم و اون چی که به نظر من میاد گرفتاری ما در این مورد چند تا لایه مختلف داره. یکی عدم احترام
با عدم حرمت و احترام به فرهنگ های دیگه، به تردیشن های دیگه، به ملل دیگه، به آدم های دیگه، نه از نقطه نظر مذهبی، از نقطه نظر انسانی. احترام شرط اول روابط انسان ها، شرط اول روابط ملت هستش. من اون چی که میگم فعل بداهه نیست و در 4-5 سال گذشته که در جریان برخورد با فکری با دوستان دیگه بودم، اینو مرتب تکرار کردم. من به هیچ وجه، به هیچ وجه با بی احترامی به هیچ شخصیت مذهبی موافقت ندارم. هیچ وقت فکر میکنم این کار خیلی خوبی باشه، من فکر میکنم کار سازندهی باشه، من فکر میکنم مشکل کسی رو حل بکنه، من فکر میکنم مردم رو به هم نزدیک بکنه و کار بیمعنی و بیهوده هستش. یه مقدار از مشکلاتی که ما در دنیا داریم مشکل برخورد فرهنگ‌های مختلفه. برای اینکه ساده کنم و از این موضوع برم بیرون و بعد برمیگردم توش، نمونه بهتون میگم. شما اگر در یه مجلس ایرانی، یه مجلس عربی برید براتون یه غذای خیلی خوب بیارن و غذا رو بخورید، بعد این غذا رو خوردید یه آروغ خیلی بلند بزنید، صاحب خونه خیلی خوشحال میشه. این در حقیقت نشانه اینه که غذا خیلی خوشمزه بوده، شما یه غذا رو میل کردین و در حقیقت این حالت تشکره، آروغ زدن بعد از غذا. اگر این کار را در یک مجلس غربی اروپایی انجام بدین، کار خیلی بیمزه، کار خیلی بدیه. و اگر به اتفاق یک کسی این کار بکنه، فعلا معذرت میخواد، معذرت میخواد این که در مقابل جمع این بلچینگ را، این آروغ زده و این کار انجام داد. این به این به خیلی چیزهای دیگه در برخوردهایی که ما با هم داریم، تعارف که در فرهنگ شهر هست در فرهنگ غرب نیست. شما به یک غربی مرتب اصرار بکنید یه چیزی رو بخوره، به احتمال قوی بهش بر میخوره، بلکه نمیفهمه شما چون این کار میکنید، یا میخواه یا نمیخواد. از نظر اون قضیه سیاه و سفیده. گرفتاری زمان ما و دنیای ما اینه که به علت پیشرفت خیلی سریع ارتباطات دست جمعی، تلویزیون، فکس، خدمت عرض کنم رادیو و وسایل مختلف دیگه که شما همه را اطلاع دارین، مردم دنیا به طور آنی با هم تماس حاصل کردن و این تماس ها یه قسمت ایجاد شاک میکنه، برای اینکه واقعا مردم آمادگی این برخوردها رو با هم ندارن. در فرهنگ شرق به هر شکلش که نگاه بکنید، بی احترامی به یه پدر، یه بی احترامی به یه معلم، یه بی احترامی به یک پیشوای مذهبی، به یه پیشوای سیاسی خیلی چیز خیلی ناجوریه. در غرب خیلی به طور روتین و معمولی انجام میشه. شما همه اون مدرسه رفتید در ایران، من یادم هست که اغلب مواقع ما که می‌نویسیم معلممون از یه کوچه رد میشه، از یه کوچه دیگه می‌رفتیم که معلممون برخورد نکنیم. بعضی از معلمای امریکایی از گریان میرن خونه برای اینکه بچه‌ها اذیتشون میکنن و نمیتونن چجوری واکنش نشون بدن. این تفاوت فرهنگ هاست. فرهنگ ها خیلی با هم متفاوته و متاسفانه وقتی در کنار هم قرارش بدین ایجاد گرفتاری میکنه. دوم واکنش است که افراد نشون میدن به بعضی از افراد، شاید به علت اینکه یهودی ها برخورد بیشتری با غرب داشتن و شاید به علت دیگه هم که براتون توضیح خواهم داد، همین بی احترامی ها را به سنت ها و شخصیت ها و پیغمبران یهود کردن، ولی واکنش ایجاد نکرده، کسی کشته نشده، کسی به کسی حمله نکرده، برای اینکه شاید اونها فرهنگ غرب رو بهتر میفهمن. و نکته دیگه هم این که وجود داره اینه که در فرهنگ اسلام اختصاصاً، خیلی اختصاصاً و در فرهنگ مسیحیت هم هست، فرد خیلی مهمه. حتی در فرهنگ کشورهایی که اسلام درشون رسوخ پیدا کرده هم فرد خیلی مهمه. و اگر ما این موضوع رو یه خودی حلاجی بکنیم، یه مقدار شاید مشکلاتمون حل بشه. در فرهنگ یهود فرد اونقدر اهمیت نداره، فرد یعنی در حقیقت پیشوای مذهبی اینقدر اهمیت نداره، اینقدر مشکل نیست نام بردن ازش، درباره صحبت کردن. نمونه میگم، وقتی که ما یه یهودی در روز، چون این برنامه یه مقدار ارتباطات مذهبی داره ذکر میکنم، وقتی که واقعا بیان میکنه ایمانش رو به خدا، میگه که شما اسرائیل ادونای الوهین و ادونای خاد، میگه به یهودی میگه گوش کنید، به بقیه هم نمیگه، به یهودی ها میگه گوش کنید، خدای ما یه خدای یکتاییه. اولا
با این کارش به خدایای دیگه توهین نکرده. ممکن در دنیا کسان دیگه اعتقادای دیگه داشته باشن، به اونا توهین نکرده، قبول کرده اینا. دوم، در پشت این دیگه هیچ پسوند دیگه ای نیستش. نمیگه موسی پیغمبر بود، عیسی کی بود، محمد کی بود، داوود کی بود، نمیگه. کما اینکه ولی فرهنگ اسلام، فرهنگ شرق، فرهنگ عرب شخصیت افراد رو یه جای دیگه قرار داده. و برای همین علت وقتی که بهشون توهین بشه واکنشش خیلی شدیدتره. من این داستان رو یکی دو بار در برنامه‌ای دیگه گفتم، شاید اگه اجازه بدید، فرصت به من بدید، این مطلب رو اینجا تکرار میکنم. و این از نظر من نشان دهنده اون چیزی که من میخوام بگم. گفته میشه که در مورد رفتن حضرت موسی یا موشه بن امرام به کوه طور و آوردن تورات داستانی گفته شده. این داستان رو ربایها گفتن و این داستان به احتمال قوی واقعیت نداره، ولی گوینده یک واقعیتی است در فکر اونها. اونها اینجوری فکر میکنن که میگن وقتی که موشه بن امرام یا حضرت موسی رفت آسمان تورات رو بگیره، دید خداوند متعال نشسته و داره روی این حروف تورات یک تعیناتی رو نقش میکنه. برای موسی خیلی تعجب آور بود، گفت این نقش هایی که روی این مینویسه چیه؟ ممکنه بدونم، من نمیفهم اینا چیه. گفت شما ممکنه نفهمی، ولی در دورهای بعد یک کسی، یه شخصیتی به نام ربیع عکیبا پیدا خواهد شد که از این تعیناتی که روی تورات هست معانی تازه‌ای درک خواهد کرد. برای حضرت موسی توهین‌آمیز بود، بگه بارالاها اگر دادن تورات که شما میگی اینقدر مهمه، با این چیزی که نوشتی، با اینقدر تزئیناتش برای من قابل درک نیست، چرا به وسیله من این تورات رو میخوای بدی به این ملت؟ به وسیله اون فرد دیگه بده، وسیله ربیع عکیبا بده. و در اینجا برای حضرت موسی یا موشه بن امرام خیلی جالب بوده که بفهمه چرا اون شخصیت کیه. از خدا میخواد که ممکنه من آتیه رو ببینی، تو توانایی این کار رو داری، به من آتیه رو نشون بده. و خدا بهش اجازه میده که آتیه رو ببینه. در آتیه خداوند موسی را یا موشه بن امرام را وارد یه سالن میکنه که در این سالن کلاس درسی است، یه کلاس اکادمیه و افراد در ردیف‌های مختلف نشستن. در ردیف اول بهترین شاگردها، ممتازترین A پلاس ها نشستن، در ردیف دوم B پلاس ها نشستن، سوم نمره C نشسته، چهارم اونا نشستن که باباشون پول خوبی داده و رفتن مدرسه خوب اسم نویسی کنن، همینطور پنجم ششم. موسی جای خودش را در اکادمی ربیع عکیبا در ردیف هشتم پیدا میکنه، نه در ردیف اول، در ردیف هشتم. و وقتی که وارد مبحث میشن برایش خیلی جالب بوده، میدیم مبحثی که در این اکادمی بحث داره میشه برای حضرت موسی قابل درک نیست. این گفته من نیست، گفته یه ربا یهودیه، برایش قابل درک نیست. دقت میکنه میبینه سوالا که رد و بدل میشه برایش سقیل هضمش، درکش. بحث ادامه پیدا میکنه و آخر کار که مبحث به آخر میرسه، اون ربای بزرگ برمیگرده ازش میپرسن، میگن خب چرا نظر تو اینه، نظر نهایی چرا این هستش؟ میگه من این نظر نهایی را مطابق فلان جمله از تورات بیان میکنم. معنی این چیه؟ معنی اینه که ما حداقل به عنوان یهودی فکر میکنیم که هر چقدر که پیامبران ما مهم بودن، در طول زمان این ادامه فکر وجود داشته و تفکرات تازه‌ای رو اون اضافه شده. ولی متاسفانه در فرهنگ شرق ما وقتی یک کسی رو، حتی شخصیت سیاسی رو انتخاب میکنیم، خطاش رو، خوبیش رو و هیچ چیز دیگه قابل قبولش برای ما قابل قبوله، پرفکته. یعنی در حقیقت پیشوای سیاسی، مذهبی و غیره همیشه پرفکته، اون قابل اون گناه نمیتونه بکنه. از نقطه دید ما میتونه گناه بکنه، میتونه خطا داشته باشه، میتونه در طول هیچ فقط به نمیره، سرآغاز یه چیزی اهمیتش از دست نمیره. ولی در این حالی که اهمیتش از دست نمیره، در این حال در طول زمان افکارش نوروش پیدا میکنه و بزرگ میشه و تغییر پیدا میکنه و تفسیرهای تازه پیدا میکنه. این درست شبیه اینه که شما در دادگاه عالی امریکا امروز بیان یک مبحثی رو درباره کامپیوتر، درباره آرتیفیشل اینتلیجنس، درباره مباحث کاملا مدرن امروز مطرح بکنید. اگر نویسندگان قانون اساسی امریکا در دادگاه عالی امریکا نشسته بودن، موضوع رو کاملا نمیفهمیدن. ولی قضات دادگاه نظریاتشون رو مطابق قوانین اصلی، مطابق قانون اساسی مطرح میکنن. یک جمله اضافه میکنم،
یه مقداری هم این انجام این کارها مردم رو بیشتر کنجکاو میکنه، کنجکاویش ضرر داره. کما اینکه کتاب قایه های شیطانی رو ممکنه در دو عده کمی میخوندن. کی باعث شد و چی باعث شد که من هم کتاب قایه های شیطانی بخیرم؟ چی این کتاب اینقدر مهمه؟ و خیلی های دیگه و خیلی های دیگه. برای که یه کسی این رو ازش خیلی بد گفت و گفت این خیلی کتاب ناجوری، چیه که این ناجوره؟ درست توجه داشته باشه کتاب هایی که در ایران این کتاب های پنهانی بودن و در کتاب خونه فروش نمی رفت بیشتر از بقیه کتاب ها خونده می شد و این مشکل بزرگ روانی انسانه. متشکرم. از شروع برنامه تلفن دستی من زنگ میخوره. به شما قول میدم امشب وقتی رو باز خواهم کرد که شما بینندگان عزیز هم روی خط تلفن بیایید نظرتون رو بفرمایید. از تلفن دستی من بیشتر برای زدن تکس استفاده بکنید. در این فاصله چندین تکس تشکرآمیز داشتم از نحوه شروع برنامه و مطالبی که به عرضتون رسوندم، اما تکس دیگری هم دارم که چون به انگلیسی هست سعی میکنم که در جا قبل از صحبت‌های آقای دکتر آقاسیون رو به فارسی ترجمه کنم. معتقد هستم که آقایی که برای من این تکست رو فرستادن آقا یا خانوم از اریاکد 804 میگویند که من واقعا فکر میکنم که تو موجود ترسویی هستی و آدم ناصادقی هستی درباره مطلبی که بیان کردی. من میدانم که تو نوکر شاه هستی و فامیل او و سعی میکنی که خدمتگزار آنها باشی. حالا این مطالب چه ارتباطی به برنامه امشب من داشت و از کجای حرفای من خدمتگزاری من نسبت به پادشاه فقید ایران خونده می شد قاعدتا این بیننده از اون اطلاع دارم. اما در تکست دیگری آمده است که همه این کاریکاتورها برای این است که آنقدر این اعتقادات را به شکل کور و متعصبانه را بشکنند. شاید آدم‌های شجاعی همچون فرخزاد و استاد دیگری که اعتقادات ناسیونالیستی داشت کشته شدند برای اینکه راهی باشد برای تابو شکنی. درود به نامشان. متاسفانه دو مذهب یهود و اسلام خشونت و تعصب را با خود بیشتر از تمام ادیان یدک می‌کشند. در خدمت شما هستم. من با سلام مجدد عرض می‌کنم که بیان یکی از پایه‌ها و اصول تمدن بشری هست و ما به قوانین آمریکا که نگاه میکنیم میبینیم که اصل اول قانون اساسی آمریکا تضمین آزادی بیان هست. اما آزادی بیان با همه اهمیتی که هم در عمل و هم در تئوری داره آزادی مطلق نیست و محدودیت هایی داره که باید به اون محدودیت ها اشاره بشه. ما امشب اگر فرصت باشه از دو منظر به محدودیت های آزادی بیان نگاه میکنیم. منظر اول منظر قرآنی است که بسیار ساده است و خیلی زود ازش رد میشیم. هیچ نوع مجازاتی برای کسانی که این کاریکاتورها رو کشیدن از نظر قواعدی که در قرآن ریخته شده و پایگذاری شده هیچ نوع مجازاتی نداره. مجازات این افراد تنها نشنیدن و نگاه نکردن و جایی که سخن زشت گفته میشه و یا شکل زشت نشان داده میشه بنا به گفته فردوسی که تحویلی و در واقع تفسیری از قرآن هست میگوید با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب به این بلندی را قطعه ابر ناپدید کند. با همه عظمتی که ما انسان ها ممکنه داشته باشیم نگاه کردن به این صحنه ها شنیدن این موضوعاتی که هیچ نوع ارزش آموزشی و هیچ نوع ارزش ایجاد تفاهم و همبستگی و سازندگی در محیط زندگی انسان نداره به نظر من یک کار باطلی. اما از نقطه نظر قوانین غربی، قوانین کشور فرانسه که امروز ما با یک سلمان رشدی فرانسوی در واقع مواجه هستیم، چون در سالهای اخیر به نظر میرسه که فرانسه در همه کارها سعی میکنه که با
انگلستان رقابت بکنه و در این مورد فکر کردن که چرا اونها نبایستی که یک شخصی مثل اون آقا داشته باشن و این افراد پیدا شدن و این کارها رو کردن. از نقطه نظر قوانین آمریکا ما آزادی بیان به صورت مطلق نداریم. همطور که در قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض کردم، در زمانی که اوج کار سلمان رشدی بود من یک یادداشت هایی نوشتم که بعداً اینها رو مجلد کردیم و تبدیل کردیم به یک پوشه بزرگ، اسم کتاب روش نمیگذارم، که نزدیک به 50 کیس از کیس های سوپریم کورت آمریکا رو در 50 سال گذشته که در ارتباط با آزادی بیان بوده بررسی کردم و مواردی رو که از اینها استخراج میشه آراء دادگاه عالی آمریکا در 50 سال گذشته شالوده و اساس یک محدودیت هایی رو بر اساس این کیس راها برای آزادی بیان قائل شده که یکی از اینها در اول کار آزادی بیان اینطور معنی میشه که آزادی بیان حق هر نوع گفتار، اظهار عقیده و بالاتر از اون انجام عملی است، انجام کانداکتی است که با اون عمل یا با اون اکسپرشن یک مفهوم و یک موضوعی منتقل میشه. حتی کارهای فعلیت هم جزئی از بیان محسوب میشه. اینقدر دامنه آزادی بیان در قوانین آمریکا زیاد هست. اما محدودیت هایی که داره، اول جایی که دیوار بر مقابل آزادی بیان قرار میگیره، آزادی بیان اینطور تعریف میشه که آزادی بیان حقی است که محدود میشود به حق دیگران. اونجایی که حق دیگران رو همون قانونی که آزادی بیان رو معین کرده، حق دیگران رو هم بیان کرده. و وقتی که این دو حق با هم برخورد میکنن، یک فصل مشترکی ایجاد میکنن که اون فصل مشترک محدودیت هایی است که قوانین مربوط به آزادی بیان وضع میکنه، که یکی از اونها رعایت حق دیگرانه، رعایت آبرو و شهرت دیگرانه، رعایت امنیت ملی است، رعایت امنیت بهداشتی است، رعایت اخلاق و شرافت و باورهای معنوی و وجدانی افرادی است که باید متحمل این بیان بشن. باز در قانون آمریکا ما میبینیم که به یک طبقه که طبقه مورد حمایت هستند یا به زبان خودشون protected class هستند، مثل captured audience، کسانی که مجبور میشن بشنون، یک عده‌ای تو یک اتاقی جمع هن نمیتوانن از این اتاق خارج بشن، یه نفر وارد میشه و یک حرفایی رو میزنی که اینها اگر میتوانستند از اتاق خارج بشن نمیخواستند بشنون. این حقی که این افراد دارند و همینطور حقوق دیگری که در واقع پایه و اساس زندگی در یک جامعه متمدن هست. اما آزادی بیان رو ما با اظهارش اندازه نمیگیریم، آزادی بیان رو با آثارش اندازه میگیریم. به زبان دیگر آزادی بیان با اکسپرشنش اندازه گیری نمیشه، با ایمپکتش اندازه گیری میشه، با اثری که به جا میذاره. و اینکه ما آزادی داشته باشیم که هر کاری که دلمون میخواد بکنیم، اگر آزادی ما باعث ایجاد ناامنی در جامعه بشه و یا اینکه عمل ما و آزادی بیان ما باعث بشه که قانون زیر پا گذاشته بشه، آزادی بیان در اونجا وجود نداره. امروز شما در آلمان با قانونی مواجه میشید که اجازه نداره شوخی، حتی شوخی در مورد فاجعه مربوط به نازی‌های آلمان انجام بده. چرا؟ برای اینکه قانون معتقد هست که این کار باعث میشه که این فاجعه شرمش رو از دست بده و وقاحتش کم بشه و یک امر عادی بشه. یا فرض بفرمایید جنایتکارانی که در تاریخ وجود داشتند، شما در بسیاری از موارد اگر از اونها حمایت بکنید با گفتارتون، در واقع یک نوع رأی اعتماد دادید به جنایت در جهان و اینها ممنوعه. هم در همین آمریکا شخصیت هایی هستند که شما نه اجازه تعریف از اونها دارید و شخصیت های دیگری هستند که اجازه تنقید از اونها ندارید.
اما در مورد اینکه این کار رو این شخص یا اشخاص دیگری کرده، باید ما از خودمون سوال بکنیم که آیا آزادی بیان فقط برای این کاریکاتوریست وجود داشته باشه، باید وجود داشته باشه، یا کسانی که مواجه میشن با آثار این کار، اونها هم بایستی که حق بیان داشته باشند؟ و آیا مسلمانان جهان در مقابل اقلیت غیر مسلمانی که اسلام رو به صورت خرافه و خشونت به جامعه بشر میکنه و سعی در ایجاد توطئه و به هم زدن دوستی و رابطه مردم با هم داره، آیا مسلمان ها هم از دستگاه هایی میتوانند استفاده کنند که همینقدر آثار بیانی خودشون رو در جامعه منعکس بکنند؟ من در قسمت دیگری اگر فرصت شد به موضوع توطئه و موضوع تحریک از نظر قانون اساسی آمریکا مراجعه میکنم و در اونجا ذکر خواهم کرد که عملی که این شخص انجام داده، این کاریکاتوریست ها انجام دادند، در واقع نوعی توطئه با علم به وجود تحریک در جامعه هست. در قوانین آمریکا یک کیس بسیار معروفی هست که بیکن تیتر معروف هست، که در اونجا یک شخصی در سینما داد میزنه آتش و مردم خیال میکنند که آتش گرفته و شروع میکنند به فرار کردن و تعدادی زیر دست و پا میمیرن، از بین میرن. اون شخص در دادگاه محاکمه میشه و در مقابل اینکه دکیلش دفاع میکنه که این شخص آزادی بیان داشته و حرفی که زده نه مستهجن بوده نه زشت بوده، آتش چیز بدی نیست، گفته آتش، مردم بی خود فکر کردن که آتش سوزی شده، ولی محکوم میشه به خاطر اینکه ما وقتی که انتظار داریم که یک حرفی که میزنیم ایجاد آشوب بکنه و امنیت جامعه رو به هم بریزه و باورهای معنوی افراد رو مورد تردید قرار بده، طبعا ما در این حال مقصر هستیم. و همینطوری که من در سال 1994 به تمام کسانی که از این کتاب آقای سلمان رشدی حمایت کرده بودند، من جمله اون چاپخانه پنگوئن که این کتاب رو چاپ کرده بود، پیشنهاد کردم که شما بخواهید که این آقای سلمان رشدی به جای اینکه محکوم به مرگ بشه و در خفا زندگی بکنه، در دادگاه‌هایی مثل دادگاه آمریکا، مثل دادگاهی در اسرائیل، مثل دادگاهی که مربوط به مسلمان ها نباشه، در این دادگاه ها محاکمه بشه و طبق قوانین اون کشورها ببینن که آیا این شخص دارای آزادی بیان بوده برای این گفتاری که کرده، یا اینکه طبق قوانین آمریکا، طبق قوانین انگلیس و طبق قوانین کشورهای ظاهرا متمدن، این افرادی که اقدام به چنین صحبت هایی میکنن میتوانند که محکوم بشوند. البته شما اطلاع دارید که در قوانین انگلیس که در واقع مادر ساختمان قوانین آمریکا هست، توهین به دین مسیح مجازات داره، زندان داره، و در زمان سلمان رشدی لایحه‌ای به مجلس بردن در انگلیس که توهین به یهودی ها هم که تا اون وقت آزاد بود، اون هم در ردیف توهین به مسیحیت قابل مجازاته. اما وقتی پیشنهاد کردند که برای اسلام همچنین تصمیمی بگیرند، مجلس انگلیس با این امر موافقت نکرد و گفت توهین به اسلام به زبان خودشون بلاسفمی یا کفر یا ناسزا تلقی نمیشه. من فکر میکنم این اقدام یک اقدامی است که توطئه جهانی در این کار دخالت داره و نقش این کار این است که هرچه بیشتر اسلام رو بدنام بکنه. این افراد میدانند که عکس العمل مسلمانان متعصب در مقابل این نوع کنش ها چه نوع واکنش خواهد بود و در واقع با فدا کردن جان این آدم ها ایجاد خشونت بیشتر، ایجاد بدنامی بیشتر و ایجاد زشتی بیشتر برای اسلام در درجه اول و برای ادیان توحیدی در درجه بعدی است. متشکرم. از دوستان خودم میخوام که هر کدوم در 3 دقیقه دور دوم صحبت‌هاشون رو بفرمایند. به علت سنگین بودن فشار تکس‌ها و تلفن
از همکارانم میخوام که تلفن رو آماده کنند برای استفاده و بعد از 3 دقیقه صحبت‌های آقای شیرزاد ابراهیمیان و آقای دکتر آقاسی من این تکشا رو خواهم خوند و خطهای تلفن رو باز خواهیم کرد. امیدوارم که به زودی سیستمی داشته باشیم که بتونیم این تکشا رو در حین اینکه در برنامه میاد همونجا عین متن تکست رو به نظر شما بینندگان عزیز هم برسونیم. بنابراین خواهش میکنم که اتاق فرمان محبت کنن و تلفن رو آماده کنن. جناب دکتر ابراهیم. یه نکته دیگه خواستم اضافه بکنم، اون مسئله اینه که تا چه اندازه ما در فرهنگ کودکیمون بهمون عادت دادن، ما رو یادمون دادن که میتونیم افکار مختلف رو قبول کنیم و بشنویم. ما تربیتی که داشتیم یه تربیت خیلی ریجید و سخت خشک بوده و این رو ما در فرهنگ‌های شرق کاملا میبینیم. مدرسه یهودیت هم همینجوره؟ به این شدت نبوده ولی در کلیات بوده. اونم یهودی ها، اونایی که در کشورهای شرقی عربی زندگی کردن یه مقدار از روش های اونها رو با آریت گرفتن و تکرار کردن. و اینه که روش تحصیلی نه فقط از نقطه نظر مسئله مذهبی، از نقطه نظر تفکر و آزادی فکر ایجاد اشکال میکنه. مثلا من اعتقادم خیلی زیادی اینه که یکی از ضعیفترین مواد درسی در کشوری که ما تحصیل کردیم درش انشا بود. ساعت‌های انشا در مدارس ایرانی، چون انشا نظر شما بود، نظرش میتونست با نظر یکی دیگه مخالفت داشته باشه یا موافق نباشه، ولی من یادم هست که اکثر مواقع وقتی که محصل باید انشایی مینوشت، باید از یه فریمی، از یه چارچوب خیلی مشخصی بیرون نمیرفت. اگه کسی فکرش را و آزادی فکرش را کاملا در انشاش مینوشت، به احتمال قوی برایش درصد درست میکردن و نمره خیلی خوبی نمیگرفت. اینه که ما در از این مبحث امروز نتیجه عملی که من میخوام بگیرم اینه که ما اشکالی در طرز تفکر و فرهنگ اولیه‌مون وجود داره. معنی حرف من نیست که این کاری که این شده کار درستی بوده، ولی ما خیلی محدود هستیم و بچه‌هامون در تحصیلات دبستانیمون، در دبیرستانیمون آزادی تفکر، آزادی دیدن چیزهای مختلف رو ندارن و این رو در طیف سیاسی هم میبینیم، در طیف مذهبی هم میبینیم. به اینه که وقتی که از یک کشوری مثل ایران یا کشوری خاورمیانه به یک کشور غربی میرن، ما این مقدار شوک فرهنگی داریم و این شوک فرهنگی رو بعد یه جوری باش کنار بیاییم و یاد بگیریم که آجو نه، میشه یه کسی با تو مخالفت کنه یا شما میتونید با یک کسی مخالفت بکنی، ولی هر دو میتونید با هم زندگی بکنید. آقای دکتر آقاسی بفرمایید. شما من هر وقتی که 3 دقیقه شد شما قلمتون رو تکون بدید نمتوجه میشم. من 2 دقیقه و نیم شیش شد قلم رو تکون میدم، چون 30 ثانیه طول میشه تا شما تموم کنید. بله. وقتی که ما احساسات مردم رو تبدیل به بشکه باروت میکنیم و کبریت به این بشکه باروت میکشیم، سرزنش نباید متوجه باروت بشه. فشنگی که از تفنگ خارج میشه از خودش اراده ای نداره. ما فشنگ رو نمیتونیم تنبیه کنیم، فشنگ خودش قطع قطع میشه، از بین میره، مثل همین افرادی که انتحاری عمل میکنند. وقتی که ما روی خرافه سرمایه گذاری میکنیم، روی خشونت سرمایه گذاری میکنیم، روی تعصب و روی حماقت مردم سرمایه گذاری میکنیم، خب سود این سرمایه همین است که دریافت میکنیم. چه توقعی دارید؟ وقتی در کشورهایی مثل پاکستان، شبه جزیره عربستان سرمایه گذاری می کند و به نام قرآن و اطفال از کودکی قرآن رو با مفهوم و معنی می آموزد که جز خشونت و جز زشتی و جز ضرر زیان چیزی ندارد و به جای اینکه حب دین اسلام رو به اونها یاد بدن، دشمنی با ادیان دیگر رو به اونها یاد می دن و این کشور سرمایه گذاری می کنه در حضور دولت آمریکا، در مقابل دولت آمریکا و احیانا با اجازه دولت آمریکا، و خشونت به وجود می آورند و برای ارتش هایی که ارتش بن لادن و ارتش ابوبکر بغدادی سرباز آینده تربیت می کنند، چه توقعی نسبت به دنیای آینده دارید؟ همون دنیایی که با تمام قدرت جلوی اسلام سلیم و صلح دوست رو گرفته و همون قدرتی که بین دارندگان ادیان توحیدی روز به روز ایجاد اختلاف بیشتر میکنه. من میدانم که این تلفن ها به صورتی کلافه کننده ای مرتب چشمک میزنند. فقط در پایان عرایزم عرض میکنم که نقش رسانه های
گروهی در لس آنجلس در ایجاد این نوع بی‌عدالتی ها و این نوع بن‌بست ها بی تأثیر هم نیست. شما نگاه بکنید که در یک جامعه ای که تعداد مسلمانان به نسبت تعداد مسیحیان و یهودیان و بهائیان چندین ده برابر است، در همین شهر لس آنجلس چند درصد از مباحث دینی که در این شبکه ها مطرح میشه مربوط به یهودی هاست، چند درصد مربوط به مسیحی هاست، چند درصد مربوط به بهائی هاست و چند درصد مربوط به مسلمان هاست؟ آیا مراسم دیگر مذاهب هم مثل اسلام فراموش میشه؟ آیا این تلویزیون ها، این رسانه ها، این روزنامه ها به اعتقاد شاید 92-93 درصد از مردمی که در همین لس آنجلس در این آمریکا زندگی میکنند و دین اونها دین اسلام هست، آیا اونها هم همون سهم اطلاعاتی رو از این رسانه های گروهی میگیرند که جامعه یهودی، مسیحی و بهائی میگیرند؟ و چه زمانی باید شما که عادل ترین این تهیه کنندگان هستید در این روش بازبینی بکنید و خود شما برنامه‌های خودتون رو بررسی بکنید و ببینید که چند درصد از برنامه‌های شما در حمله به اسلام بوده و چند درصد از برنامه‌های شما در پاسخگویی به حمله‌هایی بوده که به اسلام شده؟ سپاسگزارم. بینندگان عزیز، از این لحظه به بعد خطهای تلفن در اختیار شماست. هر کدوم از شما بینندگان عزیز فقط یک دقیقه فرصت دارید نظر یا سوالتون رو مطرح کنید، چون باور کنید تعداد تکس ها و تلفن ها کلافه کننده است و میخوام تعداد بیشتری بتونید نظرتون بگید. اما در قسمت آخر فرمایشاتتون و چون از من پرسیدید، بنده مدیریت اندیشه رو به عهده ندارم ولی آگاه هستم از اون چه که در این تلویزیون میگذرد. هیچ سهمی مذاهب در این تلویزیون ندارد، یعنی تلویزیون هیچ وقتی رو برای بحث های صرفا مذهبی اختصاص نمیدهد، چرا که پایه‌گذار این تلویزیون معتقد است که این بحث‌های مذهبی هیچ وقت به هیچ جا نخواهد رسید. بحثی هم که جناب عالی و جناب دکتر شیرزاد ابراهیمیان افتخار دادید باهاتون انجام بشه، بحثی است بر سر مسئله عرب و اسرائیل، فلسطین و اسرائیل، که یک مسئله بسیار مهم سیاسی منطقه خاورمیانه و تهدیدکننده صلح جهانی است. ممکنه جنبه‌های مذهبی هم داشته باشه که بدون تردید به اونها هم پرداخته میشه در حین بحث، اما ما برنامه هایی داریم به طور مرتب یک ساعت در روز از مسیحیت یاد میکنه، برنامه هایی داریم که جامعه بهایی اون رو بسیار برنامه های فوق‌العاده جالبی هم تهیه میکنن اونها میارن، اما تمام اینها پید پروگرام هایی است که پولش پرداخت میشه و در واقع وقت تلویزیون رو میخرن. جامعه ثروتمند مسلمانان در خرج پول برای حمایت از نظرات و عقایدشون بسیار خسیسند. اینجا ما بنیاد بزرگی داریم و تأسیسات بزرگ داریم، اما اگر اینها بیان از تلویزیون اندیشه بخوان که وقت بخرن و همون پول رو هم بپردازند، ما نمیتونیم بهشون وقت ندیم، چون با مسئله دیسکریمینیشن مذهبی مواجه میشیم. اما چنین درخواستایی از ما نشده و تلویزیون هم وقت خودش رو همینجوری در اختیار مذاهب مختلف قرار نمیده. اصلا خوشحال نیستیم که برنامه‌های مذهبی داریم، ولی خرج این تلویزیون بسیار زیاده، اگرچه صاحبش هم متمکنه و از جیب خودش میده، اما این یه راهی بوده برای تأمین بخشی از ضرر و زیانی که هر ماه این تلویزیون متعمل میشه. من نمیخوام وقت شما رو برای این کار بگیرم، ولی فقط برای اینکه رکورد بشه عرضم عرض میکنم که من هنوز به استند خودم، به موضع خودم بله شما حق دارید باشید بله. شما کاملا حق دارید که باشید، ولی منم توضیح این واقعیت قضیه رو دادم شما. که در خدمتتون به این علت هست. من نمیدونم چرا جامعه مسلمان ها دست به این اقدام تبلیغاتی نمیزنن. شاید بزنن بقید. یهودی ها میزنن، مسیحی ها میزنن، باهایی ها برای اعتقاداتشون خرج میکنن. ما هم اگر این برنامه ها رو پخش میکنیم، عرض کردم خدمتون، فقط به خاطر اینکه لااقل بخشی از هزینه های تلویزیون رو بتونیم تامین کنیم. روزی که بتونیم هزینه ها رو تامین کنیم و احتیاج به پخش برنامه های مذهبی نداشته باشیم، مطمئن باشید پخش برنامه های مذهبی در اولویت پایین تلویزیون قرار میگیره. بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. من هستم از برنامه‌تون. من یکی خودم نفهمیدم از تعریفایی که آقای آقاسی دادند و همچنین آقای دکتر ابراهیمیان دادند در مورد آزادی و در مورد آنچه که در فرانسه گذشت، خلاصه درست یا غلطه. ما باید نگاه بکنیم به این مسئله که مقدس در هر کشوری، در هر دینی یک چیزی هست. اینا استاندارد شده نیستش که بیان قوانین رو تعیین بکنن در کشورها. خب در یک کشوری محمد مقدسه، در کشور دیگه موسی و در کشور دیگه عیسی و در کشور دیگه موش و در کشور دیگه گاو، اینا مقدس هستن. پس نمیشه برای همه اینها بیان یک قوانینی تعیین بکنن که مردم بهشون احترام بذارن و اگر احترام نذارن پس به قول آقای آقاسی اونجا دیگه به هم ریخته میشه و پس دیگه جامعه میفته توی دردسر و اینجا پس دیگه آزادی محدود شده. نه، اینجوری نیستش. ما تعریف شما رو از آزادی قبول نمیکنیم آقای دکتر آقاسی. تعریف از آزادی به این صورت نیست. درسته که بایستی حق اقلیت ها رو ما محترم بشماریم، ولی این حق در قانون قبلا تعیین شده هست، یعنی به ثبت رسیده و رفته مجلس در اونجا تایید شده است. بنابراین آنچه که در فرانسه میگذره یا آنچه که در آمریکا میگذره طبق قوانین هست، قوانین جاری هست. پس دیگه ما نمیتونیم برای این موارد بیان تفسیرم اضافه بکنیم. سپاسگزار هستم از اینکه این فرصت رو به من دادید. متشکرم. دوستان یادداشت بفرمایید اگه میخواید پاسخ بدید، یک چند دقیقه وقت در اختیار بتونم بگذارم برای پاسخ. البته این فقط نظر بود، سوال نبود. بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. من در ابتدا من این جنایت رو به طور قطع محکوم میکنم و سعی نمیذارم، ولی آیا توهین کردن به معتقدات 1,300,000,000 مسلمون درسته؟ آیا این توطئه جانی بر علیه اسلام نیست؟ آیا این دادگاه مجمع عمومی نباید رسیدگی بکنه به جای اینکه اجازه بدن این گونه کشتار بشه، به طور مصلحت آمیز جلوگیری بشه از پخش یک چنین کاریکاتور احراز آمیزی که مستلزم این جنایت امروز نشه؟ آیا نمیشد این آب از چشم گرفت که به سیل تبدیل نشه؟ همین. بفرمایید. خواهش میکنم. بسیار ممنونم از برنامه بسیار جالبتون. خدمت شما عرض کنم آقای آقاسی میفرمایند که اصولا تعبیر ایشون با 99% بقیه مسلمان فرق میکنه، چه اونایی که مسلمان هستن و چه حکومت هایی که عمل میکنن به این ایدئولوژی. پس این نشون میده که یک جای کار اشتباس، اون کتاب و اون پیغمبر و اون خدا یک جای نتونستن رسالتشون رو برسونن، پس ارزشی برای بشریت نداره. هر دو کتاب ها رو میخونیم. ما از ایشون نمیدم دوست درزمون که کلینی هستم، من میخوام بگم اصلا اصولا برای چی کشور اسرائیل باید یک جا جمع بشن. میگم قومیت، قومیت معنایی نداره، به خاطر دینه، اونها هم همینه. من میخوام بگم هر دو این کتاب رو من بسیار کنجکاوانه خوندم، هر دو هر صفحه به صفحه از خشونت، از کشتار صحبت میکنن. اما مثلا بودایی یا مسیحیت هیچ جا، ممکنه همه تاریخ جنگ بوده، کشتن، ولی خود مسیحیت یک جا به خشونت اشاره نمیکنه. ولی 50 ساله که اصولا مذهب شر شده و هر چی بشر به هر سعادتی که رسیده تو این 50 ساله، مذهب به جز فاجعه هیچ کاری بشریت نمیاره. متشکرم. مرسی، نظرتون فرمودید. بفرمایید. خواهش میکنم. قد شده. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید آقا. جانم بله. هلو جناب فروزنده. بله بفرمایید. فرمایش دارم. درود فرمان به شما و واقعا برنامه‌تون رو من هر شب دنبال میکنم و اطلاعات زیادتری میگیرم از اونایی که داشتم. من هفته گذشته برنامه شد راجع به آقای دکترها چیزایی شنیدم که میخوام نظرمو بگم. این بود که ببخشید امروز سوژه اجازه بفرمایید آقای عزیز، امروز فقط سوژه برنامه موضوعی است که در فرانسه اتفاق افتاده. برنامه هفته گذشته رو بذارید در یه موقع دیگه مطرح کنید. خب من یه چیزایی شنیدم که میخوام تذکر بدم که آقای دکتر آقاسی
مراعات این برنامه رو بکنند، عصبانی بشن، گفته های حکومت اسلامی رو تکرار نکنند. ببخشید مجبورم قطعتون کنم، من تذکر رو دادم ولی شما تذکری که خدمتتون دادم توجه نکردید. سوژه برنامه اینه، برنامه آقای دکتر برنامه پخش شده هست، هر کسی هم میتونه ظن خودشو داشته باشه و کسی هم معیار تشخیص این که حرف این مهمان حرف جمهوری اسلامی است یا حرف اون مهمان حرف جمهوری اسلامی نیست، کسی قاضی این قضیه نمیتونه باشه. و اگر قاضی هستید برداشت شماست و من ناچار نیستم معیارهای شما رو در کنترل مهمانان خودم یا اظهارات اونها مورد توجه قرار بدم. خب جناب دکتر ابراهیمیان، شما از مجموعه خطوطی که من گرفتم چه نظری دارید؟ ممکن چند تا نکته رو من اینجا عرض بکنم. خشم. تعریف آزادی رو این که دوست عزیز کردن و حدودش رو در قانون مشخص کردن به نظر من خیلی منطقی میاد. نظر فکر یه آدم که شما میتونی آزاد باشی تا حدی که آزادی شما با آزادی کسی دیگه ای لطمه نزنه. و در ضمن توجه داشته باشید که همونطور که عرض کردم در این برخورد در این کلش کالچرهای دنیا ما جوری که فکر میکنیم اون کسی که از الجزیره از شمال آفریقا رفته فرانسه زندگی کرده و اون کسی که در آفریقا در فرانسه بزرگ شده بدون شک اینا از دو تا فرهنگ مختلف تغذیه کردن که ارزشاش با هم یکی نیست، ارزشاش با هم خیلی خیلی فرق میکنه. اون کاریکاتوریستی که این کاریکاتور را کشیده به احتمال قوی خودش که نبوده، پدرش جدش مسیحیه، ولی ممکن صدها بار کاریکاتور ضد مسیحیت هم کشیده و هیچ مسیحی به شیرادی نگرفته، فکر کرده که میتونه این کارو بکنه. اون متوجه این حدود خودش نبوده، متوجه نبوده که یک کسی به این موضوع حساسیت داره و حساسیت افراد خیلی مهمه. اون چی که وجود داره مذهب یا هر رابطه فکری اگر به روابط انسان‌ها به انسان‌ها لطمه بزنه اون خوب نیست. اگه مذهب رابطه من با شما خراب میکنه، مذهب من باید در فکرم تجدید نظر بکنم. اگر رابطه من با انسانیت رو به هم میزنه این گرفتاری درش وجود داره. من اینو تکرار کردم، باز تکرار میکنم، اون چیزی که در اینجا از نظر یه یهودی مهمتر است انسانه. انسان از تورات بالاتره، مهمترین چیز انسانه. و اگر این آزادی فکر به زندگی یه انسان دیگه به هر شکلی لطمه میزنه این فکر غلطی ازش. من فکر میکنم که این کاری که این افراد کردن حساسیت فرهنگی به فرهنگ‌هایی که مجاورشون نداشتن متوجه نبودن که این ممکنه باعث یه آتش است که ممکنه واقعا یک انباری رو آتش بزنه، ممکنه باعث گرفتاری یه دی زیادتری بشه. و در دم این که من عرض میکنم این کاری که اینها کردن از نظر خودشون و فرهنگ خودشون خیلی عادی بوده، خیلی روتین بوده، ولی همیشه این نوع افراد باید حدود خودشون رو در فکری که دارن و چیزی که می‌نویسن متوجه باشن. فرانسه متاسفانه یا خوشبختانه در حال حاضر یه پرسنتج یه درصد قابل توجهی از افراد تازه وارد به فرانسه داره که تعدادشون قابل توجهه و در فرانسه مسلمان هستن. به تعداد متاسفانه به علت وضع سوسیواکونومیک فرانسه در محله‌های خاصی و در جای خاصی با هم زندگی میکنن و با خودشون تماس دارن. تفاوت بزرگی که فرهنگ در فرانسه و در امریکا وجود داره در خارجی ها اینه که ما که به این مملکت اومدیم پخش شدیم در همه امریکا، در همه فرهنگ امریکا پخش شدیم. فرهنگ امریکای پذیراتر بوده برای ما. من دوستی رو داشتم که در فرانسه طب خونده بود، میگفت بعد که طب ها تموم کردن گفتم تو فرانسه نمیتونی طبابت بکنی. گفتم چرا؟ گفت برای که تو در دبیرستان فرانسه نبودی و تاریخ فرانسه رو بلد نیستی. گفت تاریخ طب چه کار داره؟ برای که توجه داشته باشید که فرانسوی ها مختصاً به تاریخ خودشون به فرهنگ خودشون میبالند و فرهنگ‌های دیگر را یه جور دیگه بهش نگاه میکنه. همیشه این کارو کردن، حالا هم این کارو میکنن. در ادبیاتش هم این کاملا وجود داشته و من فکر میکنم که این گرفتاری مقدارش سوسیو اکونومیکاله، یه مقدارش مربوط به جوامع آفریقای شمالی است و خاورمیانه است که به اروپا رفتن و رفتن فرانسه زندگی میکنن و اینها اکثرشون جدا از بقیه زندگی میکنن، اغلبشون تو خودشون با خودشون صحبت میکنن و متاسفانه اون آمیزشی که باید با فرهنگ تازه داشته باشن ندارن. و تا اینکه آمیزش پیدا بشه من فکر میکنم این ارزش ها را بشه به زور حرف و به زور قانون کنترل کرد. برای اینکه قبل از پاسخ شما
بینندگان عزیز، برای اینکه متوجه بشید که مردم دنیا در حساسیت‌هاشون یکی هستند، حیف که به قول اون بیننده من ترسو هستم، من جرأتشو ندارم، ولی کاری که به فکر، یه فکر شیطانی به سرم زد، اون کاریکاتوری رو که از پیامبر اسلام گرفتند، بدنه رو حفظ میکردم، سر رو عوض میکردم، یعنی به جای سر حضرت محمد یک بار سر حضرت عیسی رو میذاشتم، یک بار سر حضرت موسی رو میذاشتم، یک بار سر بودا رو میذاشتم و یک بار هم سر حضرت عبدالبها رو میذاشتم. من شک ندارم که ما مواجه با یک حرکت مشابه، حرکت احمقانه و حرکت تروریستی امروز از جانب گروه‌های افراطی و کمدان یهودی، مسیحی، بهائی یا بودایی هم ممکن بود بشه. یعنی شما فقط تصور فضاییشو بکنید، همین سر رو بردارید و سر حضرت موسی رو بگذارید، سر حضرت عیسی رو، سر حضرت عبدالبها رو بذارید. ولی این توهین‌ها رو کردن و نتیجهش فرق می‌کرده. یعنی نتیجهش خوب بوده؟ نه، یهودی توجه نکردن. پس شما خیلی پیشرفته هست. واکنشی زیادی نشون ندادن و برای اینکه نشون ندادن، حساسیت موضوع به رفته. اشکال قضیه همونطور که عرض کردم در عرایض قبلی، حساسیتی که شما نشون میدید ممکنه بیشتر، من حساسیت اونجوری نه شما نمیدن. شما نوعی این بیشتر باعث میشه که اون افراد به کارشون جری بشن. این خود حساسیت هستش که اون رو جری میکنه به کار خودش، ببینه که نقطه ضعف یک کسی رو گیر آورده. این نباید نقطه ضعف کسی باشه. البته در تمام این مجله چارلی ابدو که معیار ما این مجله است که اینها رو منتشر کرده، به اصطلاح هیچ کاریکاتوری از قدیسین به شبیه کاریکاتور پیامبر اسلام نیست که منتشر شده. بفرم. همطور که جناب دکتر فرمودند، دین یک امر زمینی است و دین برای انسان آمده و برای آسایش انسان و برای ایجاد امنیت و ارزش برای انسان آمده. دین آسمانی مربوط به آسمان هاست، دین زمینی که همین دین هایی است که ما داریم مربوط به امور دنیایی بین افراده. بیننده فرمودن که ما مجبوریم که به موش و به بقیه حیوانات هم که مورد احترام بعضی از باورها هستند احترام بگذاریم. کسی از شما نخواست که به چیزی احترام بگذارید، ولی شما مجبور نیستید که به موش توهین بکنید. چرا اصلا ما باید اصل رو بر توهین به چیزی بگذاریم؟ حالا موش یه حیوانی است، یک ارزشی داره، یک وجودی داره، یک خواصی داره، چرا اصلا باید به موش توهین کرد؟ موش که توهین شما رو نمیفهمه که، آدم هایی که موش پرست هستن توهین شما رو میفهمن. این آدمی که عکس محمد رو به این ترتیب انداخته یا کاریکاتوری رو که درست کرده، محمد که سالها پیش فوت کرده از این دنیا رفته، اون نیست که این عکس رو ببینه. پس شما با محمد طرف نیستید، با قرآن طرف نیستید، با اسلام طرف نیستید، شما با انسانهایی طرف هستید که میخواهید اونها رو دشمن هم دیگه بکنید. شما کسانی هستید که میخواهید اشاعه خشونت بدهید و بین اقشار مختلف و ملیت‌های مختلف اشکال عدم امنیت ایجاد بکنید. بیننده دیگری که فرمودن ما راجع به قانون صحبت بکنیم، ما راجع به خود قانون صحبت میکنیم، ایشان راجع به فلسفه قانون صحبت میکنند. من میگویم وقتی قانون یک امری رو منع میکنه، تدارک و ارتکاب رسیدن به اون امر ممنوع قانونی نمیتواند از آزادی بیان برخوردار باشد. اگر یک کسی بگوید که من میخواهم فیلم هایی رو که مربوط به تجاوز به کودکان نابالغ هست در رسانه های گروهی نشان بدم که شناعت این کار رو به نشان بدم به مردم که چقدر این کار زشته، پس یک هدفی دارم در این کار که هدفم هم مقدس و درسته. آیا یک مملکت، یک حکومت، یک قانون اجازه میدهد که تجاوز به کودک خردسال رو برای نشان دادن بدی این کار یک کسی آزادی بیان یا آزادی اکسپرشن داشته باشه و این کار رو انجام بده؟ در مورد مسیحیت که فرمودید دین صلح و یهودی و اسلام دین خشونت و دین کشتار هست،
عرض میکنم که چطور یک دینی که ابدا درش خشونت دیده نمیشه، این دین بالاترین کشتارها رو در تاریخ زندگی بشر انجام داده، هم در جنگهای صلیبی، هم در جنگهای اروپا و هم در بقیه جنگهایی که کردند. امروز اکثریت مردم تصمیم گیر دنیا مسیحی هستند و این نزاکتی که مسیحیت در دنیا داره اداره میکنه و اجرا میکنه به عیان مشخصه که چقدر ظلم و چقدر بی‌عدالتی و چقدر بی‌ارزشی و بی‌فرهنگی تصمیم گیرندگان و مدیران جامعه بشریت، یهودی‌ها هستند، مسلمان‌ها هستند، کسانی که در رأس قدرت نشستند. شما اگر به تاریخ مراجعه بکنید می‌بینید همین 160 سال پیش چندین نفر رو همین کلیساهایی که در شرق آمریکا هستند، در 13 ایالت شرقی آمریکا هستند، تمام سیاهانی رو که با سفیدپوستا ازدواج می‌کردند و مسیحی هم بودند، همین کلیساها دستور اعدام اونها رو می‌دادند. یک کمی انصاف داشته باشیم در قضاوت. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، تا این لحظه من روی سلفون خودم 70 تکس و 85 پیام تلفنی رو دریافت کردم که بی سابقه است، علت حساسیت مطلب هست. اجازه بدید که یک تلفن رو بگیریم و شما هم یک پاسخهای مختصری 30 ثانیه‌ای رو بفرمایید تا بتونیم برنامه رو جمع کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام قربان. سریع‌تر نظرتون رو بفرمایید. من میخواستم بگم که مقدار زیادی ما به آزادی در کشور، خیلی بلندتر صحبت کنیم. میخواستم بگم که ما خیلی باها دادیم به آزادی در کشورهای غربی. آزادی در مورد این جوامع شاید برای این فرهنگ خودشون سازگار باشه، ولی هر گونه توهینی در پس آزادی به مذهب، به مقدسات مردم، به فرهنگ های مردم، این جنایت هستش. ما اگر بخواییم آزادی رو بستش بدیم، ما به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. سپاسگزارم. وقت بیشتری ندارم. جناب ابراهیمیان 30 ثانیه. من با کلیت فرمایشاتشون کاملا موافق هستم، یعنی کلاً مطلب خیلی درستی رو میگن، ولی گرفتاری مثل رشد کردن، هر برنامه‌ای یه دوره رشد داره و درد با درد همراست. رشد کردن با درد همراست، فهمیدن با درد همراست. گرفتاری ما در دنیا اینه که ما متاسفانه باید با فرهنگ‌های آشنا بشیم و به فرهنگ‌های عادت بکنیم که یاد گرفتنشون ساده نیست، درکشون همیشه ساده نیست و عمل کردن بهشون کاملا برای ما وقت میبره که یاد بگیریم که بتونیم با این فرهنگ زندگی بکنیم. چیزی که من مرتب تکرار کردم و بازم تکرار میکنم اینجا، ما اگه یاد بگیریم راه رفتن خودمون یاد بگیریم، هر کسی یه راه رفتن خودش یاد بگیره و به راه رفتن بقیه کاری نداشته باشه، کارا درست میشه. ما گرفتاری میبینیم، ما در طول سال یاد گرفتیم از بقیه یاد بگیریم چجوری راه بریم، راه رفتن خودمون هم یادمون رفته. ولی در ضمن من اگه نگفتم در تمام این برنامه، میخوام تکرار بکنم، عمل این سه نفر در این کاری کردن عمل بسیار شنیعه، عمل ضد بشریه، ضد بشریه، در اون هیچ بحثی نیست، جنایت محض، بدون شک هیچ بحثی در این موضوع نیستش. ولی گرفتاری ما در اینجاست که شاید در فرهنگ در کشورهای غربی اونها هم باید به جوامعی که در داخلشون زندگی میکنن بیشتر توجه بکنن. سپاسگزارم. جناب رمسی سنی دارید. افرادی که دست به قتل این افراد گناهکار زدند، من فکر میکنم که همونطور که فرمودند جزء شنیع‌ترین طبقات انسان ها هستند و باید گفت که خود اینها در واقع قربانی فعل غیر بشری و غیر دینی خودشون هستند. اما یک مطلب بسیار کوتاهی عرض بکنم که ما در دورانی زندگی میکنیم که انتزاع فرهنگی و انتزاع تقدس به پایان رسیده و رابطه کشورهای جهان یک اصل جدیدی رو بر اشتراک فرهنگ، اشتراک تقدس و تفاهم اجتماعی و اشتراک ارزش‌ها الزام آور می‌کنه و باید آدم‌ها در دوران جدید قوانین جدیدی داشته باشند که برای دنیای متصل امروزی کار بکنه و ارزش‌های منتزع که تبدیل به ارزش‌های متصل شده توسط همه مردم دنیا مورد احترام و مورد
در واقع بررسی قرار بگیره بدون اینکه ما عقیده کسی رو قبول داشته باشیم، اما باید که جامعه بشر از ارزش‌های مشترکی که ما روی کره زمین داریم با این ارتباطاتی که روز به روز زیادتر میشه از قوانینی استفاده بکنیم که شرافت و کرامت انسانی و باورهای انسانی رو محفوظ بداره. متشکرم. ماجرایی بود درباره این که مسلمان ها میخواستن بقیه خوک نخورن، اونا خوک میخورن. سپاسگزارم آقای دکتر بختم. میدونم مسئله واقعا یاد گرفتن از هر دو طرف باید هم یاد بگیرن بعد چجوری با هم زندگی کنن. از حضور جناب عالی بسیار ممنون، از محبتتون متشکرم. امیدوارم که هفته آینده ما بتونیم سر بحثی که دو جلسه صرفش کردیم برگردیم. حادثه اتفاق نیفتاده، امیدوارم که به زودی بحثی رو باز بکنم تحت عنوان مفهوم آزادی و بحث دیگری رو. ما دائما صحبت از احترام به عقاید دیگران میکنیم، بسیاری از عقاید دیگران قابل احترام نیست، اما اگر میخواییم جامعه بشری در صلح و صفا زندگی بکنه باید قابل تحمل باشه. هر جا کسید، لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکامون.